در حالی که حملات هوایی و عملیات زمینی اسرائیل در غزه ادامه دارد، جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا روز دوشنبه در قصر سفید پیام 57 کشور اسلامی را به رئیس جمهور جو بایدن ارائه کرد. اندونزیا از ایالات متحده می خواهد که به خاطر توقف مظالم در غزه کاری بیشتری انجام دهد به خاطر انسانیت آتش بس ضروری است. رئیس جمهور اندونیزیا قطعنامه نشست فوری سازمان امکاری های اسلامی را که روز شنبه در عربستان سعودی برگزار شده بود ارائه کرد. این قطعنامه توجیه اقدامات اسرائیل در غزه را به حیث دفاع از خود رد کرده و خواستار پایان فوری جنگ شده است. در این قطعنامه، کشورهای اسلامی بر توقف فروش تسلیحات با اسرائیل و دسترسی بیشتر به کمکهای بشردوستانه بشر نیز تاکید کرده اند. در دیدار روز دوشنبه در قصر سفید جو بایدن یک فهرست از منافع مشترک با اندونزیا با شمول ایجاد زنجیره دواندار تأمینات مواد مهم معدنی را ارائه کرد. اندونیزیا بزرگترین معدن نکل جهان را دارد و می خواهد تا با بازار بیتری موترهای برقی ساخت ایالات متحده دسترسی پیدا کند. دسترسی به انرژی پاک به هدف مبارزه با بحران اقلیمی و امنیت دریایی از دیگر موارد عمده همکاری میان هر دو کشور می باشد. ما در مورد ارتقای همکاری ما به بلندترین سطح ممکن صحبت می کنیم یک مشارکت استراتژیک جامع ولی جو بایدن از غزه یادآور نشد شهری که بر اساس آمار ارائه شده از سوی مقامهای حماس از تاریخ هفتم اکتبر تا کنون اضافه تر از 11 هزار نفر در نتیجه حملات اسرائیل کشته داده است. روی بسیاری موارد آنان کاملا توافق خواهند کرد پیرامون دیگر موارد آنان دیدگاه های خواهند داشت موقف رئیس جمهور ویدو دو در مورد جنگ در غزه معلوم است موقف رئیس جمهور بایدن نیز معلوم است هر دو رهبر این فرصت را خواهند داشت تا دیدگاه خود را در این مورد تبادله کنند رئیس جمهور اندونزیا در نشست همکاری اقتصادی کشورهای آسیا پاسفیک نیز اشتراک خواهد کرد این نشست به میزبانی ایالات متحده در شهر سان فرانسیسکوی ایالت کالیفرنیا برگزار می شود. انتظار می رود که در آشه این نشست جو بایدن با شی جنگ پینگ همتای چینی خود نیز دیدار کند. سید عزیز رحمان صدای امریکا واشنگتن